خدا سلام میکنم به همه دوستان عزیزم با یک آموزش دیگه در خدمت تونیم پس از اینکه اون کلیپ آموز خبری رو بهتون آموزش دادیم خب تقریبا با طراحی HTML CSS خوب آشنا شدیم از PSDش از طراحی PSDش خیلی خوب یاد گرفتین که چطوری یک وبسایت رو از طراحی PSD شروع کنیم بعد که تحریه پیستیش تموم شد اون رو بیاین تبدیل به HTML CSS بکنین و خیلی عالی بتونیم اون رو پیاده سازش کنیم در این آموزشی که این سری براتون گذاشتم در واقع میخوام براتون تهیه و آموزه کنم بحث لندین پیج رو میخوام بگم لندین پیج یعنی چی لندین پیج یعنی یک در واقع وبسایت تک ای اگه واقعا تک صفحه باشه ولی تک صفحه بودنش به این معنی که اون صفحه اولش بسیار شکیل بتونین درست کنین یعنی که تمام اون امکاناتی که شما خواستیم تو چندین تا صفحه بیارین در یک صفحه بیارین و حالا اگر نیاز باشه که این صفحه رو بزرگتر دیده بشه گسترشش بدین در صفحات دیگر اون رو نمایش بدین ولی یه خلاصه ای از تمام اون امکاناتی که یک وبسایتتون میخواسته داشته باشه رو در این صفحه اول نمایش بدیم مثلا فرض کنید در این صفحه شما وبسایتتون یک گالری داره خب نیاز هست که این گالری خب اگه بخواد تمام این سفرتون پر از عکس بشه که خب قشنگ نیست زیبا نیست پس یک بخش دو سه تا از عکس‌ها رو در واقع در اینجا نمایش بدین بقیه به بیشتر موکول می‌کنید و در یک صفحه دیگر باز می‌کنید و هایی که حالا در این لندینگ پیج ما خواهیم گذاشت. ما مبحث دیگری در این لندین پیج پیگیری خواهیم کرد اونم بحث ریسپانسیف شدنش هست یعنی که بشه این رو در موبایل هم خیلی مرتب و خیلی شکیل دیده بشه و خیلی زیبا بتونیم اون رو انجام بدیم خب به امید خدا انشالله با همدیگه ادامه بدیم ظاهری که این شما از این وبسایت خواهید یک در واقع وبسایت رستوران هست سفارش میدین و خروجی ازش میگیریم غذا ازش تحویل میگیریم ظاهر کلیش که اینه یه حالت صفحه نام داره این استلان کالر باکس یک ورودی صفحه نام داره این اسکرول این تیپی داره دیگه چی داره خب این منوهای فعالیت ها چشم انداز استرانها. و هر کدوم به صورت جداگانه حرکت میکنه مثلا روش فعالیت که بزنیم میاد رو قسمت فعالیت ها سفارش آنلاین تحویل سریع و این قسمت ها رو حالا توضیحاتی که در اینجا گذاشته شده دیگه مثلا قسمت چشم انداز ها رو خواهیم داشت به این شکل شما مثلا ببین این صف... این تصویر پشت ثابت هست اما این متن رو این تصویر حرکت میکنه مثلا قسمت درباره ما رو کلیک میکنین میاد این قسمت درباره ما توضیح میده توضیحات خودشون میده و ببینید این منو این بالا ثابت مونده یعنی ای ما منو رو ثابت این بالا نگه میداریم و این حرکت میکنیم ببینید می اسکرول زیبایی داره قسمت رستوران ها رو میاریم هر کدوم رو به این شکل نمایش میدیم قسمت اخبار رو داره که هر کدوم خبر هست در رابعه به این شکل و بعد نمایش همه میزنیم قسمت همکاران ما رو داره به این شکل و هر کدوم کلیک میکنیم وارد اون وبسایت اون میشه تماس با ما هست ببینیم مثلا من اینجا حرکت تماس با ما بزنم میاد روی تماس با ما ارتباطش با ما محل ما و در امتحان که خب شبکه های اجتماعی و طراحی و اینجور چیزا این ظاهر کلی این طراحی خواهد و یک وبسایت زیبا رو بتونین طراحی کنیم خب خیلی دیگه صحبت نکنم بریم سوال اصل موضوع خب من یک کار اولیه رو کردم چون من در کلیپ گذشته نحوه یک ساخت یک فایل رو ارزم به حضورتون یه سری امکانات رو یاد دادم بگه نگه نیست باز اونها رو مجدد فیلم بگیرم و مجدد این کار رو انجام بدم برای شما لذا کار اولیه رو براتون کردم شما زحمت میکشین این تیکر خودتون انجام میدین و از اینجا بعد با من ادامه میدین خب یک نام نامگذاری پروژه ایجاد کردیم چند تا شاخه CSS فون ایمیج JS چیزی که همیشه لازم خواهیم داشت خیلی روش توضیح نمیدم خب HTML یه تایتل داره و دو تا لینک داره منتها اینجا یک لینک جدیدی که داریم میبینیم reset.css reset.css چیه؟ یه سری کد که پیش فرض ما لازم داریم یعنی مثلا مارجینا چون ما تو با چندین تا در مرورگر در ارتباط هستیم هر مرورگری یه قابلیت ها یه خاصیت های برای خودش داره و این قابلیت ها خاصیت ها میاد خورده CSS ما رو تحت تاثیر قرار میده و تغییر توش ایجاد می‌کنه. رضا ما یک ریست در واقع یک سری کد ریست براش ایجاد میکنیم که برای همه پیشورز این اتفاق بیفته یعنی به مرورگرش کار نشوشه وقتی اجرا میشه این ریست کد اجرا بشه و از اون به بعد اون کدای خودمون رو داخلش می‌چینیم. این ریست کوچ سه پیش فرزه و چندین تا مدل مختلف داره این آدرسش کجا در این سایت هست یا اگر این آدرس رو پیدا نمی‌کنید میتونید قشنگ تو اینترنت سرچ بزنید ریست CSS اس کد اولین سایتی که میاره همینه داخلش رو باز می‌کنیم یه سری توضیحات داده که ریسد ما چجوریه و بعد اصل کد خودش رو گذاشته این رو کپی می‌گیرین همه‌شو میرین در واقع در قسمت ریست خودتون میذارین و پیش از این استفاده میکن تو ایندکس هم گفتم اول این رو فراخونی کن اون در واقع مورگر ما رو یک ریست بکن این چیزهای اولیه رو پیاده سازی کن و از اون دیگه بیا استایل من رو پیاده کن اون استایلی که من بعد اوبرراید میکنم خب پس با این هم ما دیگه کاری نداریم میان قسمت استایلمون حالا یه سری کد هست که ما نه تنها در این پروژه در همه پروژه ها نیاز به این تیکه کد داریم یعنی هر سری که میخوایم یک پروژه جدید ایجاد کنیم خب نیاز داریم که این سری کد رو به صورت فرض برای خودمون اون کدی که خودمون نیاز داریم طراحی خودمون نیاز داریم رو پیاده سازی کنیم اولش HR هست HR اگه یادتون باشه ما تو اون های قبلی یه خط رو ایجاد می‌کردیم خط رو سفر رو پایین خب خصوصیت های داشت دیسپلی بلاگ ارتفاع یک پی ایکس بردر از, سمت بالا یک پی بگیره سالید و حالا این رنگ سی سی باشه و مارجین از بالا پایین یک ای باشه و سف این اختیاریه یه ای چیزی دوست داشتنی هر کی که میخواد به روش خودش اشعار پیاده میکنه اما این ستاره خب معنیش مشخصه یعنی هر المانی که در این مرورگر وجود داره اولیش بکس سایزینگ بوردر باکس هست این چیه بوکس بوکس سایزینگ ببینین فرض کنین که من یک کلاس set داشته باشم خب تو این ست میام میگم که آقا ویت من یه ارزی میخوام بدم 200 پیکس بعد یه پدینگ هم دارم پدینگ 20 px هم دارم الان چه اتفاق میفته هر المانی که من میخوام تو این ست بذارم ارزش رو براش چقدر در نظر میگیره 200 px به اضافه پدینگ 20 px یعنی 20 تا از سمت از طرفین در واقع بهش پدینگ داده میشه ولی در ارزش چه اتفاقی میفته 20 20 تا از سمت راست و 20 تا از سمت چپ یعنی در مجموع ویت ما میشه 240 px و ما چون میخوایم ارزمون 200 px باشه باید چیکار کنیم بیام این رو 160 در نظر بگیریم تا با این 20 پیکس ما با این 40 پیکس ما بتونه همخونی داشته باشه و اون عرض 200 پیکس رو در نظر بگیریم اما برای این اتفاق برای مرورگر نیفته ما میم از یک دستور بوکس سایزین استفاده میکنیم و میگیم بوردر باکس یعنی چی؟ یعنی اینکه یعنی که اینها رو دیگه در نظر نگیره وقتی ما میگیم اینجا 200 پی یعنی عرضش قطعا 200 پی باشه و اون پدینی 20 بیاد المان ها رو متناسب با اون بیاد المان ها رو متناسب با اون در واقع به ما نمایش بده دیگه نیازی نباشه که این تغییر اتفاق بیفته این هم پس در خصوص بوکس سایزین حالا این من لازمش دارم باشه اینجا مثلا بعدی فونت فیس هست خب تو اون کلیپ قبلی ما توضیح دیم فونت های چجوری بیارین چجوری دانلودش کنیم چطوری بیارین وارد کنیم. و این سری ما از فونت دینار استفاده کردیم مسئله بعدی H1 هست خب ما از معمولا از هدرا استفاده خواهیم کرد و یک وزنی من دادم که همشون شبیه هم باشن حالا سایزشون بزرگتر کوچکتر میشن اما اون حجمی که باید نمایش داده بشه همه رو 400 px باشه در بحث بادی چون ما زبان در واقع وبسایت فارسی هست میگیم رای تو لفت باشه از سمت راست برای ما بچین المان ها رو فون فامیلی شو خب اومدیم اینجا نامگذاری کردیم به نام آکادمی اگر این ای آکادمی رو پیدا نکرد به هر دلیلی نتونست لود بکنه میاد در واقع برای فارسی میاد اینها رو لود میکنه و برای انگلیسی هم مای پرو رو انتخاب کردم که از فونت های خود مرورگر هست و اگر هم هیچکون از اینها رو پیدا نکردی تا رو اجرا کن که معمولا دیگه تو هر در واقع ویندوزی در هر سیستمی تا وجود داره و یک رنگ خواستم بهش دادم که این رنگ 555 هست مسئله بعدی پاراگراف هست که فاصله بین خطوط هست که ما بیشتر معمولا چون در پاراگراف ها چندین تا خط داریم خب نیاز هست یک لاین هیتی بهش داده بشه که دو پی هیکس تک های ای هست خب این تک های ای همیشه مورد نیاز مونه دکوریشن نون باشه و یه ترانزیشن داشته باشه خب پیش فرض و همشون آل و ثانیه و یک انیمیشن ایز out دادم که یک انیمیشن قشنگی هست و در مرورگر های مختلف کروم، موزیلا، ام و اوپرا بتونه قابلیت خودش رو پیاده سازی کنه. همچنین اگر حالت های مختلف بره ای اتفاق افتاد، هاور شد، فوکوس شد، ویزیت شد، اکتیو شد، اینا همه دکس دکلریشنش باشه و تغییر خاصی ایجاد نشه که حالا ما در آینده خودمون به ای میگیم باید چه جوری باشه، چه شکلی باشه، چه رنگی بگیره، چه اتفاقی روش بیفته وقتی هاور افتاد. اینا اختیاری دست خودمون باشه قسمت ال آی رو داریم قسمت لیست استایل ناون هست خب این قسمت خیلی مورد کاربردمون هست و لیست استایل دات ناون که دیگه اون نقاطی که یادتون باشه تو کلیپ قبلی کنارش ایجاد نکنه یعنی هیچ دکور خاصی نداشته باشه اون ما خودمون برش آخرین آخرین موردم ایمیج هست این یک نکته خیلی مهمی توش داره مکس وید صد ولی من از همین ست استفاده میکنم این ست رو بیارم پایین که کنار همین باشه فرض میکنیم که یه تصویر داریم عرضش دادیم 500 هیتش هم دادیم مثلا دیویست الان چه اتفاقی بیفته؟ هر عکس که من تو این ست بذارم باید رنج 500 پیکس -50 تا 200 پیکس یه دقیقی من قطعش کنم خب ببینیم چه اتفاق میفته من یه تصویر بیارم میام میام از ایمیج های خودم انتخاب میکنم خب یه خروجی از این بگیرم میام اینجا این روز رفرش ببینیم تصویر منو من سپک المنت از این بگیرم عکس من چقدره خب هنوز ست رو براش ست نکنم به ست رو براش بیارم اینو بنوزم توی یک دیوی که کلاس ست رو فراخونی کرده باشه این هم بیارم بالا خب حالا رفرش ببینید تغییر نکرد ولی الان اومد اینجا توی کلاس ست من. الان روی این تصویر بیام ببینید حجمش چقدر 1366 در 610 خب اما ست من چیه؟ گفتم او در 500 px باشه و هیت 200 px. اما این تصویر به اون اصلا اهمیتی به این پدرش نداشته. حالا برای اینکه بگم اینو در این, این تصویر به پدرش اهمیت قائل بشه و سایزش از این بالاتر نگذره میام در استایل خودم یک قسمتی هست تمام اکسامو میگم چکار کنم مکس بیدشون از باشه. حالا از این خروجی بگیرم ببینین تصویر الان دیگه همسانه پدر خودش شد یعنی ما گفتیم در سر انقدر باشه این تصویرم به همین سایز در در حالی که شما این عکس رو نگاه میکنین سایز 1666 در 610 خواهد داشت این روال کلی بحث در واقع مکس سایز هست خب ما تا اینجا این مقدمه اولی از این گفتیم که در واقع چیکار میخوایم بکنیم مقدماتیمون هم توضیح دادیم الله از قسمت بعدی دیگه شروع میکنیم به تولید محتوای این برنامه اسکرین همتون به خدای بزرگ میسپرم